نبض اقتصاد ساحل آج در بندر مستقل آبیجان می تپد. داد و ستد هایی که از طریق این بندر صورت می گیرد، 80% درآمد گمرکی کشور را تشکیل می دهد. بندر آبیجان در سال 1950 ساخته شد، اما امروز با مشکل تراکم روبروست. به همین دلیل کار توسعه بندر 2 سال پیش آغاز شد. حل مشکل ترافیک دریایی این بندر برای کشورهای غرب آفریقا بسیار مهم است، به ویژه برای کشورهایی که مستقیماً به دریا دسترسی ندارند. اینجا ورودی بندر آبیجان است. سالانه بیش از 20 میلیون تن کالا از اینجا عبور داده می شود، اما با توسعه این بندر و افزایش عمق کانال انتظار می رود حجم کالاهای مبادله شده بیشتر هم بشود. ساخت یک پایانه کانتینری یکی دیگر از فازهای طرح گسترش بندر آبیجان است. این پایانه با این هدف ساخته می شود که کشتی های بزرگ قدیمی بتوانند به راحتی در بندر آبیجان پهلو بگیرند. آبخوره اسکله های مخصوص پهلو گرفتن کشتی ها در حال حاضر بین 11 تا 50 متر است. در واقع این کشتی ها می توانند حداکثر 3500 کانتینر داشته باشند. پس از اتمام پروژه بندر آبیجان قابلیت پذیرفتن کشتی هایی با 14000 کانتینر را خواهد داشت. عملیات ساخت پایانه جدید کانتینری را یک شرکت مهندسی بنادر از چین بر عهده دارد. بلوک‌های بزرگ بتونی برای ساخت اسکله در همینجا ساخته شده. این تجهیزات بعداً با کشتی به محل عملیات منتقل می شود. برای ساخت اسکله قطعات بزرگ بتونی را به یکدیگر متصل می کنیم. پروژه ما بسیار بزرگ است. حدود 50 کشتی تجهیزات و ماشین‌آلات ما را جابجا می کنند. چالش اصلی ما این است که از امنیت ترافیکی کشتی های خودمان و کشتی های بندر آبیجان مطمئن شویم. کار توسعه و گسترش بندر آبیجان قرار است در تابستان 2019 میلادی به اتمام برسد. تا کنون نیمی از عملیات انجام شده. کل هزینه انجام این پروژه بیش از 2 میلیارد یورو است. بندر آبیجان ابتدا به عنوان بندری منطقه‌ای در نظر گرفته شده بود، اما سرزندگی اقتصادی ساحل آج نشان می‌دهد که این بندر نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد. موقع بحران ساحل آج داد و ستدها از طریق لومه، تما در غنا یا کوتونو صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر مردم به بندر آبیجان بازگشتند چون معتقدند که داد و ستد از طریق این بندر به نفعشان است. با انجام طرح گسترش بندر مستقل آبیجان، این بندر می‌تواند موقعیت خود را به عنوان قطب اقتصادی سواحل غربی آفریقا حفظ کند.